دوستان عجله داریم. من یک کوتاه هم در جمهوری اسلامی ایران امضا و تصویب این پیمان امنیتی رو برای منافع و مصالح درازمدت ملت و دولت افغانستان مفید نمیدونه. ما فکر میکنیم امضای این پیمان امنیتی و اجرای اون در هر حال تاثیرات منفی بر روند موضوعات منطقه‌ای داره. خانم سخنگو، اخیرا وزیر خارجه عربستان دوباره مدعی نیت ایران برای طرفین جدی هستند که در یک زمان بندی مناسب و خوبی بتونن سریع‌ترین رو اجرا بکنن، ولی خب پیش از اون لازمه که مقدمات و بررسی کارشناسی صورت بگیره تا بدون مشکل و بدون سوء تفاهم روند اجرا پیش بره. دو کشور تلاش دارن گام به گام و تدریجی همکاری ها رو از سر بگیرن و حضور کارداران و فعالیت شروع به کار کارداران غیر مقیم یا ترددی هم مرحله‌ای در همین چارچوب هست. قبلا هم گفتیم حضور ما در ژنو دو بدون تعیین پیش شرط خواهد بود. اگر مایل هستن ایران شرکت کنه، در واقع اعلام پیش شرط معنایی نداره.